سبز است، سبز رنگ نگاهت. بی باوران با همشان کیسه فریب، رنگ حضور زندگی و عشق را در راستای آن همه فریاد با وعده بهشت از چشمهای عاشق ما دزدید. یک شهر بوسه باران، یک شهر شکرین، بر شانه های باد اما لبخند آخری. از راه دور می آمد با شال سبز تاریخی، در جاده‌ای به سوی سپیده شهری به حرمتش خورشید را به او بخشید و ماه را به پایش ریخت. در موج موج تبزدگان دستش تا اوج کینه رفت، آنگاه با خنجری که تیغه به زهرابه شسته بود و هیچی بزرگ از پله‌های عرش فرو آمد. ای شوکت جوانی من، ای در حضور او خود باختی و پرده پندار ساختی، دیدی چگونه در سفر دل بر تابه فریب کبابت کرد و در کنار چشمه بیداری دیدی چگونه خوابت کرد. ما نسل عاشقان بودیم وقتی آواز زندگی در گیر و دار گردش قرابه های خون افسوس مرگ شد، میخانه در تصرف سجاده بتخانه شد، خورشید در سیاهی شب از شهر ما گریخ و ماه در حجاب فرو شد. ما نسل عاشقان بودیم وقتی تیغ از نیام کینه برون شد و عشق را به نام خدا سر زد. ای شوکت جوانی من، اینک نگاه کن، این زندگی است که می آید و هیچی بزرگ که نابود می شود. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 5 اسفند ماه 24 فوریه به شما سلام می کنم. 2 روز از کودتا گذشته، رضاخان مستقر شده، سید ضیا بساطشو پهن کرده، در مهمانی ها دوغ و شربت میدن جای مشروب و تهران داره نفس تازه‌ای میکشه. 5 اوت 1299، افسوس 90 سال بعد ما در 5 اسفند 1392 آرزو میکنیم، امید میبندیم. ای کاش سال 1299 بود، ما داشتیم میرفتیم، نگاه به جلو میکردیم، نه به نگاه پشت سر، نه نگاه با آلوده با فریب و دروغ. یه نفرم که توشون پیدا میشه میخواد یه قدمی برداره، باباشو در میرن، پوستشو میکنن. من همین سرنوشت آقای روحانی رو میبینم، 5-6 ماه پیش که آقای خامنه‌ای فکر کرد کلکو زده و روحانی رو میاره و کارا درست میشه و همه چی دوباره دستشو، این دیگه 16 سال امتحان بهش پس داده در مقام نمایندش در شورای امنیت ملی، آدم فکر نمیکرد بعد کار به جایی برسه که آقای مصباح یزدی بیاد توی دهن رئیس جمهوری بزنه، یه روزخون دوزاری که حالا تو حوزه استادم شده، آدم فاسد، آلوده، اخلاقی، مالی و همه چی. آدم فکر نمیکرد که آقای روحانی بالاخره، حالا پروفسور امین براش رسالش رو نوشته، اینقدر همت داشته بیاد دانشگاه، بیاد گلاسکو که دکترا بگیره. 4 تا کتاب خونده، بالاخره یه تحلیل میکنه، با 4 تا با سیاست خارجی آشناست، به جای بیفته که هر روز خونی از گوش و کنار خلاصه یه مشتی حوالش بود. آدم گرگ بیابون بشه، مقام در جمهوری ولایت فقیه نشه، چون مقام ها چه ارزشی داره؟ رو برمیگرد میگه ریاست جمهوری اگر 1 میلیارد هم بهش رأی داده باشن، تا حضرت آقا اینو تایید نکرده باشه ارزشی نداره. خوب نداره. اوضاع در دوروبرمون و یه خودمون برترمون به هم ریخته. اوکراین رو که دیدید، سرانجام قدرت مردم، تیموشنکو از زندان آورد بیرون، سرانجام قدرت مردم رئیس جمهوری رو فراری داد و غربم به آقای پوتین اخطار کرده مبادا فکر کنه میتونه نیرو پیاده بکنه، همون کاری رو که تو ابخازیا و
در گرجستان کرد بخواد اینجا تکرار بکنه یه تیکه از اوکراین رو ببره. به هر حال اوضاع غریبی است. رفیق جانجانی آقای بن لادن در سوریه کشته شد، نه به دست نیروهای اپوزیسیون، نه به دست نیروهای دولتی، به دست داعش. حیوانات به جان هم افتادن، جانوران اسلامی با ریش‌های دراز به جان هم دیگه افتادن. انشالله شر هم دیگه رو کم میکنن که خداوند ملت‌ها و ماها رو از شر این اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی و سلفیش حفظ بکنه. آقای مقتدا صدر گفتن نمیخوان که مثل حسن نصرالله بشن، بلکه میخوان مرجع بشن. نمادشون آیت الله سیستانیه، نه سید علی خامنه ای و حسن نصرالله. خب ما فکر میکردیم بی عقله، مثل که خود عقل پیدا کرده. اینم بد نیست. بله، در هر حال امروز دوشنبه دکتر فرابخش، هرچی من زیادی حرف بزنم وقت اونو گرفتم. و بنابراین ضمن درود به دکتر فرابخش عزیزم، با درود به همه بینندگان شما و هموطنان عزیز در خدمتتون هستیم قربان. خب آقای دکتر چی داری میبینی؟ این بودجه هم که تصویب شد، حالا چی فکر میکنی راجع به بودجه؟ حالا بودجه که تصویب شد که خب آیدم تصویب میشد، ولی همون چیزی بود که شما گفتی، تغییری ما ندیدیم توش. نخواهدم. ببینید، هفت ماهه که این دولت بر سر کاره و مشکل یارانه ها هم از روز اول مطرح کرده. امروز پس از هفت ماه به این نتیجه رسیدن که یارانه ها رو هیچ کارش نمیتونن بکنن. اول گفتن سه دهک، یعنی حتی نمیتونن اون مقدار هیچ کاری نمیتونن. حتی گفتن سه دهک اولو میزنیم، بعد گفتن 20 میلیون رو نمیدیم، بعد گفتن داوطلبانه پرداخت. خیلی ها داوطلبانه عضو خودشون بخوان نگیرن این پولو، ولی به هر حال نشون میده که پس از هفت ماه دولت هنوز راه حل اصولی و منطقی که بتونه تأثیر گذار بشه بر اقتصاد کشور رو هنوز پیدا نکرده. این از این یارانه ها که اینا، من این خدمت رو بگم آقای دکتر، تیم اقتصادی آقای روحانی اگر بخواد کار انجام بده میتونه انجام بده، ولی اینقدر ترمز در اطراف این تیم وجود داره که حرکت در جهت مطلوب و صحیح اقتصادی رو جلوش گرفت، جلوش یه جوری گرفته شده که حالا شاید در نمیگم الان بحث... الان مانع اصلی کیه؟ همین چه؟ ببینید مثلا در مورد تورم، خب اون موج اولیه که خب دولت جدیدی اومده است و صحبت‌های جدیدی میکند و مذاکرات هسته‌ای شروع شده، یه آرامشی رو در جامعه ایجاد کرد، یه 2-3% اومد پایین. ولی اتفاق دیگه‌ای که بتونه این کمر تورم بشکونه پیدا ایجاد نشده. این تورم همون سر جای خودش مونده. الان این دولت هم مثل دولت آقای احمدی نژاد داره راه‌های تقلب میگیره، 3% کم میشه میگه 13%. این اتفاقا این بده، این تو خیلی بدی از آقای طیب نیا و اینا آدم میذاره، اینا این تیم نیست. ولی به هر حال الان مشکل دیگه که جلوی راهشون قرار داره افزایش حقوق کارمندا و کارگر بالا بردن. خب اینا میگن هر قد اینا تورم الان بیارن پایین، میتونن در مقابل افزایش حقوق مانور بدن. میگن آقا خب تورم شده مثلا 28%، پس شما باید بیاین 22% راضی شین، در حالی که تورم واقعی بالای 35%. اینا با این بازی تورم، خب این مشکل حقوقم در مقابل دولت قرار گرفته. بعد میریم جلوتر، مسئله بدهی های بانک هاست. این بانک ها الان وضعیت گرفتاری دارند واقعا، و راه حل هم راه حل عادیه به صورت این تدابیر پیش پا افتاده نمیشه. مشکلات نه، اینا بدهی های دولت به بانک هاست یا افراد خود بانک ها گرفتارن. خود بانک ها اگر الان ببینید تراز بانک ها را بخوام به معنای منطقی نه کتابی، این بده بستون های ممکنه خیلیش واقعی نباشه، اگر تراز بانک ها رو به معنای واقعی شما بخواییم بگیرید، اکثر این بانک ها ورشکسته. یعنی اینا همه مشکلاتیه که مشکلات ساختاریه اینا. خب اینا یعنی اینا ببینید، من بخوام یه جور ساده تری رو به مردم بگیم. بانک ها با یه سرمایه وارد کار شدن، بعد آقای احمدی نژاد گفتی 22 میلیارد بدیم به این قرض بدیم، خب دادن.
مشکل الان بازپسگیری اون قرضه. بانک‌ها از بانک مرکزی زیاد وام گرفتن. بانک‌ها بین خودشون زیاد بده بستونای سوری دارن. بانک‌ها یه سری بالاخره دستشون بازه برای یه سری مانورهای موقتی پشت پرده که این مانورها شده الان دائمی. اینجاست که الان بانک‌ها با مشکل اساسی نقدینگی روبرو هستند. در رژیم گذشته این چند تا بانک خصوصی که داشتیم اینا که دوچار این چنین اوضاعی نبودن. آخه اقتصاد وقتی گردشته مال مشکل داریم، اگه تولید گرفتار ده. اون زمان که اقتصاد رو به رشد بود 8-10% 9% رشد اقتصادی بود، دلیلی نش بانک‌ها گرفتار باشن. این گرفتاری ها برای اینه که گردش پول سوریه در مملکت از تولید بله. به جامعه پول نفت خورد میکنه. پول نفت خودش جابجا میشه. اینه که مشکل. دکتر فرابست، این سوالم برای من جالبه. نظارتی که قبل از انقلاب روی بانک‌ها بود از جانب بانک مرکزی اعمال میشد دیگه. بله، بانک مرکزی مادر بانک‌هاست دیگه. اون نظارت رو اعمال. سیاست‌های کلی رو اون تنظیم میکنه که در رابطه با سیاست‌های پولی کشور دیگه. بعد بانک‌ها بر اساس اون سیاست ها... ببین اعتباراتی که بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار میده، اونا خودش نقش آفرینه. که به چه صورت میده این بازیایی که بانک مرکزی با بانک‌ها میکنه. اینا در قالب کلیش فکر میکنه، ولی به هر حال برای بانک ها نقش آفرینه. اینه که بانک مرکزی اگر اون وظایف اصلی خودش رو بتونه به معنای واقعی انجام بده که الان نمیتونه انجام بده، خب بانک ها دچار مشکلات نمیشن. آقای احمدی نژاد در بانک ها رو باز گذاشت که هر کی میخواد بیاد وام بگیره. خب خیلی هم رفتن وام گرفتن، حالا وام هم خورده شده، بدهی ها مونده، 100 خورده میلیارد بدهی دولته، بخش خصوصی کلی بدهی داره که نمیتونه پرداخت کنه. بانک ها فشار میارن به بانک مرکزی. این فعلا شده مشکله. بانک مرکزی چیکار میتونه بکنه؟ هیچ کار نمیتونه بکنه. این پولی که آزاد کردن حالا 550 میلیون واقعا اینا در اون چاله بزرگ اصلا هیچی نیست. اینا که شوخ، اینا چیزای تبلیغاتیه، بازی های تبلیغاتیه. خب یه روز اینطور میگن یه روز اونطور میگن که بازی با کلمات. اینا حل کشور 80 میلیونی با 100 میلیارد تراز بازرگانیش، این نمیتونه که وضعیت اینطوری باشه که با این 500 میلیون قسط. این که شوخیه. خب چیزی که آقای دولت آقای روحانی در واقع مکلف به آن است، نامه آقای رئیس جمهور به رهبر انقلاب، دولت نقش ستادی خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا. اول شما این اقتصاد مقاومتی رو برای ما بگید. این اقتصاد مقاومتی که سید علی آقای رهبر میگه یعنی چی؟ با اون فرمولای انشایی که ایشون ما ای خاطرتون باشه اون موقعی که مدرسه میرفتیم دبیرستان یه زنگ انشا داشت. بله. خب البته واضح و مبرهن است. بله، خیلی ها به روی چندین صفحه می نوشتن ولی مطلب نمی گفتن. یه دم یه صفحه می نوشتن ولی مطلب می گفتن. اونایی که مطلب نمی گفتن می گفتن انشای صادق صداقت. البته واضح و مسلم است که آسمان آبی است، برف سفید است، زغال سیاه است. این آقای خامنه ای این حکومتی که دادن در واقع اون انشای صادق صداقت هیچ معنی نمیده. ببینید دو به اعتقاد من مجمع تشخیص مصلحت نظام یه جوری آقا رو سر کار گذاشته. ببینید این مجمع تشخیص بالاخره 37 نفر انسانیش دارن که حداقل 35 سال سابقه کار در جمهوری اسلامی دارن. اینا چندین اتاق کارشناسی دارن. این آقای دانش جعفری و امثال هم اینا هم میدارن با اینا کار میکنن. بنابراین وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواد به صور اصولی و کارشناسانه یه ریپورتی رو بده، یه گزارشی رو بده، یه راه حلی رو بده، علل اصول باید بتونه. این حکم حکومتی که جلو آقا داشتن واقعا امضا کرده، این انشای صادق صداقه یعنی هیچی. این اگر شما بخواید بر اساس معیار اقتصاد مقاومتی که آقای خامنه ای تجویز کردن به جامعه، تمام اقتصادهای غرب اقتصاد مقاومتیه. شما در غرب در کشورهای پیشرفته با حداقل هزینه دنبال حد اکثر بهره‌وری هستید. بله. وقتی که حداقل هزینه نسبت به حد اکثر بهره‌وری باشه، درون این
تکنولوژی هست، اقتصاد دانش بنیان هست، نمیدونم نظر کیفیت مراجعه به کیفیت جنس و بهتر کردن جنس به طور مداوم هست، افشایش صادرات هست، کاهش واردات، تمام اینا در یک اقتصاد مدرن دنیای آزاد، این اقتصاد هم مقاومتیه. حالا چرا تو جامعه ما میاد این تجویز میشه؟ خب چرا جامعه ما نباید فطرتاً و ماهیتاً اقتصاد مقاومتی داشته باشه؟ چرا باید دیکته بشه؟ بعدم با دیکته شدن که نمیشه تولید برد بالا. خب شما دیکته کنید، اون کارفرماست که باید امکانات داشته باشه تولید ببره بالا. وقتی کارفرما اختیارات در اختیارش نیست، به هر حال نمیتونه اون کار رو انجام بده. حالا برگردیم به اقتصاد مقاومتی که شما بهش اشاره کردین. ببینید همه جوامع انسان ها از بام تا شام دنبال فعالیت اقتصادی هستن. بله. برای اینکه شکمشون رو سیر کنن، زندگی بهتر سرپناهی داشته باشن آینده. خب 75 میلیون ایرانی هم جزو این جماعت جهانی هستن. بله. ما هم 40-45 میلیون ایرانی صبح تا شب دنبال فعالیت اقتصادی هستن. خب این فعالیت های اقتصادی که صورت میگیره، 40 خورده میلیون خط اقتصادیه. اگر این داره یک نظم اقتصادی نباشه، خب اینا سنگ رو سنگ بند نمیشه، همه چی به هم ریخته میشه. بله، من نیاز به یک نظم اقتصادی در جامعه. حالا این نظم اقتصادی رو چجوری میشه برقرار کرد؟ باید که نظام اقتصادی وجود داشته باشه که بر پایه نظام اقتصادی این قانونمندی های نظام اقتصادی در جامعه پخش بشه و به اجرا گذاشته بشه. نظم بدن، سیستم بدن، در آرامش اقتصادی درسته. حرکت کنه. درسته. کاری که در کشورهای پیشرفته انجام میشه. برای این نظم اقتصادی و این نظام اقتصادی، خب سده ها جوامع گرفتار بودن، جنگ ها شده، انقلابات شده، فلاسفه اومدن، ایدئولوژی های مختلفی دادن. در نهایت امروز که بنده در خدمت شما نشستم، سه نوع ما نظام اقتصادی رو میشناسیم. یکی نظام اقتصاد مارکسیستیه، یکی نظام اقتصاد آزاده، یکی هم نظام اقتصاد مختلط. جامعه ما، کشور ما ایران، تا زمان انقلاب مشروطه دارای نظام سلطانی بودیم. یعنی اقتصاد سلطانی بود. سلطان هر تصمیمی میگرفت اون اجرا میشه. خب انقلاب مشروطه این نظام سلطانی رو منسوخ کرد. درسته. 15-16 سالم که جریان بعد از انقلاب مشروطه کاری در مملکت عملا انجام نشد تا رضا شاه اومد. رضا شاه بنیانگذار نظام اقتصاد کشوره. چه جوری دکتر؟ اینم باز برای مردم ببینید قشنگ اینو بدونید. خب ما یه درآمد نفت داشتیم همون زمان. مختصر. بله، میامد تو کاسه، تو صندوق دولت. خب پس بنابراین دولت خودش یک ممری داشت و یک امکانی داشت برای حرکت اقتصادی. خب کسب و تجارت و تولید و اینام در حد ابتدای خودش وجود داشت. رضا شاه اومد قانونمند کرد، یعنی وزارت دارایی درست کرد، بودجه درست کرد، مالیات درست کرد، اهداف دولت رو برای سرمایه گذاری در همون حد مختصرش رو برنامه ریزی کرد. بخش دولت با بخش خصوصی از هم منفک شد، مشخص شد. بنابراین این حرکت اقتصاد مختلط دولتی خصوصی به اجرا گذاشته شد. 60 سال هم عمل کرد. در زمان محمد رضا شاه خیلی اتفاقات دیگه افتاد که حالا مربوط به این بحث نمیشه، ولی به هر حال ما رسیدیم به انقلاب. اقتصاد دولتی خصوصی ما افتاد دست آقایون انقلابیون. خب اینا گفتن آقا گروه چپی ها که در ابتدا انقلاب خیلی قدرتمند بودن، گفتن پس باید اقتصاد مارکسیستی بشه، اقتصاد معنی نداره، چی این سرمایه دار و غیر و غیره. ولی خب در مقابل اونا، اون اقتصاد اون طرفداران اقتصاد دولتی خصوصی هم که آقای من از بازرگان و جبهه ملی و
نمیدونم تا حدودی بخشی از مجاهدین و یه بخشی از خود مذهبیون، خب اینا طرفدار اقتصاد دولتی خصوصی بودن و اقتصاد آزاد که اون بخش تجاری سنتی ما در واقع بود تقریبا بدون قدرت بود در ابتدای انقلاب. بنابراین اقتصاد ما تبدیل شد به یک اقتصاد دولتی با رعایت قانونمندی های بخش خصوصی. یعنی اقتصاد خصوصی رو دستشون باز کرده، اقتصاد شد دولتی. دوران ولی... جنگ که اصلا مثل اشتراکی بود، این سوسیالیستی، همین عرض میکنم دیگه، این اقتصاد شد دولتی ولی قانونمندی های اقتصاد آزاد حاکم بود. یعنی به صورت کشور کمونیستی ما دولتی نشده بودیم، دولت هم خودش قوانین اقتصاد آزاد رو رعایت میکرد. اگر میخواست خریدی بکنه مناقصه میذاشت شرکت های دولتی با شرکت های خصوصی سر یه میز میشستن برفر. خب یه 10 سالی این رویه ادامه داشت و خب زمان جنگ بود، حالت استثنایی بود، تا حدودی عمل کرد این اقتصاد دولتی خصوصی تا اینکه خب آقای خامنه‌ای فوت کردند و آقای خامنه‌ای فوت کردند و دولت هم تغییر کرد و دولت طرفدار بازار آزاد بر سر کار اومد آقای رفسنجانی. خب بعدم که آقای خامنه‌ای شدن رهبر، از اون زمان دو تفکر در حکومت با هم بر سر اقتصاد به جنگ برخواستن، چپ و راست نظام دیگه. بله، یکی اقتصاد سرمایه‌داری بود، اقتصاد آزاد بود در قالب در لباس دولت، برخلاف 10 سال اول که اقتصاد دولتی بود در لباس بخش خصوصی. الان به این صورت شروع که اقتصاد خصوصی، اقتصاد دولتی در لباس خصوصی و با قوانین و قانونمندی های بخش خصوصی روش کرد توسط آقای رفسنجانی، در دولت آقای رفسنجانی. و از طرفی هم یک اقتصاد جدیدی که در قالب بیت رهبری داشت شکل می‌گرفت متولد شد. این دو زمانی بود که آقای رفسنجانی شروع کرد به تغییرات اساسی در اقتصاد کشور، یعنی تجارت سنتی رو می‌خواست توسعه بده، بس بده و مقدار زیادی هم بهشون میدون داد. اسکرولادی ها واقعا جون گرفتن. ولی این زورش نرسید آقای هاشمی. در اواسط به چیزم برخورد دیگه، به افزایش به نرخ تورم و 50% تورم اقتصاد به هم ریخته شد. به حال ایشون عقب نشینی کرد. در مقابل بیت رهبری، اقتصاد حاکم در موجود در بیت رهبری، اون اقتصاد به تدریج جون گرفت. الان ما گرفتاری که داریم، تمام مسئله در این نقطه است الان که من عرض میکنم خدمت از نظر فکر و ذهن من. ببینید این بخش اقتصاد حکومتی که در اختیار آقای خامنه‌ای، این بخش از حالت عادی تجاری خارج شده به حالت دنبال قدرت اقتصادی. الان دیگه دنبال کسب منابع و ثروت نیست، دنبال تصاحب قدرت اقتصادی در کشوره که بتونه سیاست هم باش کنترل کنه. یه درنگ کوتاهی میکنیم دکتر، برمیگردیم. من یه چیزی رو یادآوری به شما بکنم، تئوری که اون روز گفتم دکتر، مسئله رو که 4-5 ماه پیش صحبت کرد، حالا دوست نازنین استاد عزیز دکتر میلانی هم به همون حقیقت رسیده. با ما باشید. خوشم شنام خوشم که قصه هامو میکنم.
باشم، خوشم که از تو برد شدم، جایی که دستا خالیه وقتی که رویا میبافم، اسم تو نقش قالیه، خوشم که تا تو میرسم، صاحب این ضیافتم، خوشم خوشم چنان خوشم که قصه هامو میکشم، همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم. خوشم که آزادی تو به دست خنده منه، به وقت تلخ بی خودی عشق که دل دل میزنه، خوشم که سایه های ما دلیل رقص آتشه، پاکی تو سیاوشه، خوشم خوشم چنان خوشم که قصه هامو میکشم، همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم. خوشم که همسایه شدم با شب آفتابی تو، خوشم که رویای تو دلیل بی خوابی تو، تو هم به وقت ناخوشی باید به رویا بزنی، در شب بی سکوت و بشکنی، خوشم خوشم چنان خوشم که قصه هامو میکشم، همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم. با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم، در این فاصله داشتم با دکتر فرابخش و رامی صحبت میکردیم، بر سر این که گفتم حداقل آدم این آقای دکتر ظریف رو میبینه ریشش رو زده، بودم میگه خدا الحمدلله قلب آدم نمیگیره، این پروفسوری رو داری که خوب اشکالی هم نداره. بعد در رامی گفت نه آقا ریش رو گذاشته، حالا ما میگیم به خاطر درگذشت مادر لابد بقیه ریش رو نزده، ولی آقای ظریف فریب نخور، این ریش چیز بسیار بدیه، در این صورت دو روز نتراشیده و سه روز، یعنی جمهوری ولایت فقیه اومد مردان ایران و زنان ایران رو زشت بکن. نمونه بهتون میگم، شما خانم مریلا زارعی رو میبینید، آقای سعید رادو میبینید که جوون اول سینما بود و غیره، حالا مجسم کنید مریلا خانم با آقای سعید راد با الباقی بزرگان سینما پاشن برن قم، ریختشون ببین چه جوری میشه، ملاحظه بفرمایید این آدم های بیچاره را به چه روزی ور میدارن میبرن قوم، باید قیافه های بلا کنید. این تصویر آخرین عکس منتشر شده از مریلا زارعی بازیگر برنده سیمرغ جشنواره 32 فجر است در شهر قم و در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها. برای من بزرگی داره، برای اختتامیه جشنواره فیلم فجر در شهر قم به آنجا رفت.
جالبه. آقای دکتر چی بگیم؟ چی بگیم؟ برسندر کاربان سرایی کشور عجایب. بله، تصویر زنی به گچ کشیدم. یه چیزایی هم بخواهید اینا ادامه، مثلا در جشنواره فستیوال فجر یا جشنواره موسیقی فستیوال فجر اثری از پوچینی اجرا شد. من مصباح یزدی رو مجسم میکنم، پوچینی رو میبرم کنار هم دیگه میذارم، بعد مریلا زارعی رو میذارم اینجا، ولی درود میفرستم به بعضی از این بانوان سینما ایران که زیر بار این بازی ها نمیرن واقعا، حالا در هر شرایط و شکل و وضعی میاد تو سینما بازی میکنه دیگه، خودشو این ریختی نمیکنه. امیدوارم خانم مریلا زارعی هم فکر نکنه جایزه فستیوال فجر بهاش اینه که آدم چادر چاقچور سرش بکنه پاشه بره پیش یه آخوند دوریالی که نمیدونه سینما چیه، نمیدونه دوربین چیه. حجت الاسلام افصحی البته بود، ایشون سینما رو میشناخت، با خانمش میشست اینگمار برگمان میدید و زمم بود حجت الاسلام، زمم بله، زمم یه خود میجنبید، زمم اینا دو سه تا بودن از اون اول انقلاب. یکی اون آقای بهشتی بود که ویگ میذاش سرش و صورتش هم مو نداشت، بور بود و چشمای بور و زاغ و آدم باورش میشد این تو این ماجراست. اون خیالش هم راحت بود، ریش نداشت که بزنه، مثل آقای رفسنجانی بود راحت. یکی هم همین حجت الاسلام زن بود که حکایت ها من از این حجت الاسلام شنیدم و خلاصه. ولی درود میفرستم به نیکی کریمی و کسانی چون او که نه اونا هنوز مقاومت کردن هنوز. درود میفرستم به پوران درخشنده، به تمام اینا. اینا واقعا کارای سخت تو اون محیط آی دکتر، خیلی یه هنر پیشه زن باشی در اون محیط، نتونن هیچ انگی بهت ببندن، قرص و محکم نجیبانه و زیبا بایستی و کار بکنی و خودت رو درگیر و دار این بازی ها نکنی. و حکومتی هم دنبالشونه که ازشون آتو بگیره، ازشون نقطه ضعف بگیره. دقیقاً و هدیه تهرانی چه افسانه ها داستان ها برای ساختن و در حال دونه دونه این زنان سینمای ایران شرایط بسیار مشکلی دارن. یعنی درسته. میترا حجار مثلا هنرپیشه فوق العاده خوبی بود، مرداشون هم همینطور، آقای رادان اینای دیگه هر کدومشون به نوعی درگیرن. در حال برگردیم به بحث خودمون آقای دکتر فرابخش. خب رسیدیم به اونجا که شما اقتصاد مقاومت و توصیه های آقای خامنه ای رو داشتید بررسید. ولی انشای آقای خامنه ای رو داشتیم ولی تو این انشا در اون بخش اولش که مقداری به قول معروف توضیح میدن تا به اون 24 قسمت برسن، یه جمله ای رو ایشون مطرح کرده که تمام، من فکر میکنم تمام این گفته به خاطر این جمله باشه. ایشون میگن که الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلاب اسلامی باید بر کشور پیاده شد. خب چی؟ این یعنی چی؟ این به این معناست که اون حرکتی که من عرض کردم که از زمان آقای رفسنجانی شروع شد، در بیت رهبری شروع شد به عنوان اقتصاد حکومتی، خب شکل گرفت. یک، در قالب خود بیت رهبری به طور مستقیم آستان قدس رزدوتس و بله، اون چیزایی بله. که ستاد بود فرمان، ستاد فرمان و بنیاد مستظهر، خب اینا که مستقیم زیر نظر خود آقا بود. بعد سپاه اومد تو کار، بعد اعوان انصار سپاه، حدود 500-600 شرکت داره سپاه. خب اینا همه وابستگان به این اقتصاد بیت رهبری هستن. بعد این اقتصاد بعد به هر حال از حالت ثروت اندوزی و حقوق بازی هایی که وجود داشت در هر حال خیلی بزرگ داره میشه، خارج داره میشه. اومدن یعنی یه کاری انجام دادن، گفتن اصل 44 قانون اساسی رو ما بیایم مردمیش کنیم، اصلاحش کنیم. خب یعنی چی؟ یعنی این چندین صد شرکتی که در قانون اساسی به عنوان شرکت‌های دولتی مطرحه، اینو ما خصوصیش کنیم بدیم به مردم. خب این علل اصول شما می‌بینی یه کار خوبیه، مثبت، کار خوبیه.
ولی به این صورت نشده تا الان. چطوری شده؟ فرض بفرمایید شرکت مخابرات آوردن، از دولت آوردن، میخوان تو سطح جامعه اینو توضیحش کنن، توضیح نشده، رفته تو بخش اقتصاد سپا. حکومتی در قالب اقتصاد مردمی و این رفته تو سپاه، صدرا رفته تو سپاه، نمیدونم انبا و اقسام شرکت‌های مختلفی که هم آینده دارن و هم سوداور هستن و هم قدرتمند هستن، در این حال فلوتینگ تو بورس بذاره، مردم میان میخرن میفروشن سهام. حالا این اقتصاد دولتی که مقتدرم بود در، یعنی هنوزم هست، که بیش از 2000 شرکت داشت، الان 1000 خورده شرکت دولتی هست. خب اینا هی به تدریج دارن میان خصوصی بشن، ولی بخش خصوصی ما توان خرید این سهامو نداره، توان خرید این شرکت ها رو نداره، ولی این بخش اقتصاد حکومتی توان خریدش داره. در واقع حکومت داره دو تا اقتصاد موازی. دقیق ببینید، اقتصاد دولتی داره میره تو اقتصاد حکومتی. در چه قالبه؟ در قالبی که ما میخوام شرکت های دولتی رو به مردم بدیم. در صحیح شما بخواید شرکت ها رو مردم بدین خیلی ساده است. شما 200 تا 600 تا 500 تا شرکت دارین، برای اینا میتونین شما سهام ایجاد کنین، برای 500 تا سهام اینا رو بدین به مردم. دیگه فرمولاش میشه از نظر اقتصادی پیدا کرد به چه صورت، ولی اینا این کار نمیکنن. اینا اومدن شرکت ها رو از اصل 44 رو میارن پایین، میارن توی سازمان خرید سهام که مثلا بین مردم توضیح بشه، فروخته بشه، ولی خوباش میره توی اقتصاد حکومتی. بنابراین در نهایت چه خواهد شد پس از یه چند سالی که بگذرید، شاید تا پایان دوره آقای روحانی، این اقتصاد دولتی کوچیک میشه، اقتصاد حکومتی بزرگ میشه، بخش خصوصی هم که تو سرکله خودش داره میزنه بدبختی. بنابراین اون اقتصاد، حالا من اینجا اینه میخواستم خدمت عرض کنم که من اون سه مدلی که گفتیم در نظام اقتصادی در جهان وجود داره، یک مدل چهارم حکومت اسلامی میخواد بغل این بذاره به نام اقتصاد فقاهتی. یعنی بخش اقتصاد حکومتی اینقدر تورم پیدا میکنه، اینقدر بزرگ میشه، اقتصاد مملکت هدایت میکنه و به عنوان یک الگو، اینجا میگه الگوی اقتصادی انقلابی اسلامی، به عنوان الگوی چهارم، چون الان جامعه اسلامی در جهان الگوی اقتصادی نداره، همه چی داره، قضایی داره، آموزشی بله. داره، همین رو داره، فرهنگی داره، ولی الگوی اقتصادی نداره. یعنی دو نمونه موفقش که اندونزی و ترکیه باشه، اقتصاد غرب رفت بازار، اقتصاد غرب، اقتصاد چیز نه، حتی عربستان که بله، عربستان همه اینا اقتصادش اقتصاد آزاده. در واقع دکتر اینو وسط حرفت بگم، خیلی برای من جالب بود، دکتر فرابخش در آغاز این برنامه ها اشاره کرد که دو فرمول یا دو تئوری یا دو نظرگاه هست که انسان از بستر دموکراسی به توسعه برسه و اون یکی از بستر توسعه به دموکراسی برسه، و ایشون دو مثال هم زد، یکی هند که اول پایه های دموکراسی در اونجا تقویت میشه و دموکراسی رقابت سالم میاره و کم کم اقتصادش میاد بالا، امروز هند از اون کشور گرسنه و بدبخت به این نقطه میرسه. یه مورد چینه، جامعه چین قابلیت هضم دموکراسی رو نداره، تعدد اقوام و زبانها و غیره میتونه جامعه رو اصلا بپاشونه، پس چینی ها اول میان آنتروپرنو ایجاد میکنن، پولدار ایجاد میکنن، بورژوازی ملی ایجاد میکنن، در بستر اون زمینه های دموکراسی رو فراهم میکنن. بعد دکتر اونجا برگشت که قبل از چینی ها 40 سال پیش، 50 سال پیش محمد رضا شاه به این اندیشه بود رفت، درست میگم دیگه. و چند روز پیش دیدم دکتر میلانی در گفتگویی به این نکته اشاره کرده که چین به دنبال راهی است که محمد رضا شاه میرفت، و این جالبه که در جمهوری اسلامی هم عسکر اولادی و خود هاشمی اینا دنبال الگوی چینی رفتن، درسته؟ منتها به صورت تجاریش، نه به صورت سیستم. اونا رفتن از نظر تجاری اون الگو رو تا حدودی کپی برداری کنه، ولی شاه، ببینید شاه این دو فکر، دو نظریه در ذهنش بود،
ولی شرایط، آخه شرایط کشورم خیلی شرطه. بله کاملا. در یک کشوری که مخالف دولت دشمنه. بله. یعنی حزب توده مخالف نبود، حزب توده دشمن بود. شاه محمد رضا شاه با یک دشمن قدار جهانی به نام کمونیست جهانی داشت مبارزه میکرد. در اون شرایط نمیتونه بیاد به صورت گاندیوار اصلاحات انجام بده. خب نمیشه. روز اول که میتینگ آزاد بشه هر روز میتینگ خواهد بود و هر روزم مرگ بر شاه و مرگ بر در. بنابراین یه مقدار اقتدار حکومتی لازم بود برای اجرای برنامه‌ای که اگر شاه برنامه نداشت و سیاست مستبد خودش استبدادی خودش رو پیاده میکرد، خب قابل انتقاد بود، شدید هم قابل انتقاد بود. درست. ولی شاه اومده هدفمند گفته برای مدت 20 سال ما باید به صورت جدیتر مسائل اقتصادی رو حل کنیم، بعد از 20 سال انشالله به جای خواهیم رسید که دموکراسی خودش میاد. این تزش بود. این تزش در واقع سه اصلی که مشروطه میخواست، امنیت، آبادانی و دموکراسی و عدالت، اینا میست که در دوره پهلوی اول و دوم و سوم باید اجرا میشد که سومی که بهش میدان داده نشد. ببینید دیکتاتوری موقته، توسعه اقتصادی دائمیه. ببینید اگه الان من نمیدونم اگه همین امروز باز بیان بگن آقا گاندی هست، ماو تسه‌تونگ هم، از کدوم آقای انتخاب کنی؟ اگه ماو رو انتخاب کنی 40 ساعت میشه این، اگه آقای گاندی رو انتخاب کنی 40 ساعت میشه این. واقعا آدم در میمونه که کدوم انتخاب کنه. واقعا خوبه آزادی، آزادی بیان، آزادی کلام، ولی این ور رفاه. خب اینجا چیکار باید کرد؟ خب این دولت، اون دولت مردی که باید این تصمیم رو بگیره در مقابل تصمیم خیلی مشکلی قرار میگیره. مسلم. و تنها کمکی که میتونه داشته باشه شرایط زمانی و مکانیشه، که آیا این شرایط زمانی و مکانی ایجاب میکنه که یا آیا جامعه بهش مهلت میده، آیا جامعه مهلت. رضا شاه فرد بفرد میخواست بشه گاندی، خب مملکت رو تیکه پاره شده بود. تمام شده. آخه باید زمان و مکان رو در نظر بگیرید. بعضی نشستن حسرت احمدشاه رو میخورن که دموکراسی دموکرات بود، شاهی که حقوقش رو سفارت انگلیس میداد و هیچ کاری نمیکرد. آخه هیچ کاری نکرده یعنی چی؟ دولت‌ها هم میمدن همینجوری، مشیر دوله میرفت، مصرف الممالک میمد، اون میرفت قوام سلطنه میمد. ولی رضا شاه اومد یه نظم و قانون و ضوابطی رو در کشور پیاده کرد. حالا یه نکته اساسی هم که مرتب ما باهاش روبرو هستیم سوال میکنن، خیلی طبیعی است آقای دکتر، وقتی اقتصادی در دست آدم‌های فاسد باشه طبیعتاً رشوه و غیره و غیره درست میشه. ولی در ایران الان نظم مافیایی ایجاد شدنه به گونه‌ای که مثل اینکه چند تا خانواده هستن، خانواده‌های مافیایی، اینا اقتصاد کشور رو در دست دارن. آیا با بودن اینا آقای طیب نیا میتونه کاری بکنه؟ آقای خاتمی میتونه؟ آقای روحانی میتونه کاری بکنه؟ مطلقا. ببینید اقتصاد تا زمانی که درونگرا نباشه، ندم نتونه به عنوان ملت، به عنوان به حال طرف اقتصاد نتونه درون نگاه بکنه، همیشه فساد میاره. اقتصاد باید قابل کنترل باشه، کنترل عمومی باشه. در غرب چرا فسادا کمه؟ برای اینکه از طریق مطبوعات، طریق رسانه ها در درون اقتصاد نشستن، نشست بغل دست مجلس که تصمیم میگیری یا دولت، رسانه ها نشستن چارچش دارن نگاه میکنن، کسی نمی... به سختی میتونن. بعدم وقتی که شما یک درآمد عظیمی در اختیارتون باشه، به ملت هم گزارش ندین. ملت آخ ما میخود خودونم آقای دکتر نوری‌زاده، خودونم مقصری. این ملت ایران اصلا انگار نه انگار که داره ثروتش از دست واقعا میره، تکون نمیخوره، گرون میشن، هیچی، بعد سکه میدن میرن صف میکشن. آخه یعنی روی گنج نشسته، بعد میان سبد کالا بهش میدن، به خاطر سبد کالا کشته میدن. آخه این آدم نمیدونه واقعا چی باید بگه. یعنی اینقدر جامعه ما رو در هم و بر هم کردن، اینقدر نظام اقتصادی کشور رو به هم ریخته کردن، و دقیقاً هم به کار یعنی کار مافیایی. یعنی این ملت اینقدر سرگرمه یه سری کارهای بی‌معنی و بی‌اساس می‌کنی که اونا بتونن کارهای خودشون انجام بدن. و اقتصادی کش ببینید الان آقای فرض بفرمایید وزیر دارایی بخواد یک قانون، اگر بخواد اقتصاد کشور را بیفته، باید قانون مالیاتی مملکت درست بله، بشه. بله.
حالا این آقای طیب‌نیا 45 ساله بخواد مالیات کشور پیاده بکنه، اولین کاری که میکنه باید بره سراغ این اقتصاد حکومتی. چون این وقت که خبری نیست، این وقت که همه ورشکستن، پولی از توی بخش خصوصی پولی بیرون نمیاد، که باید بره سراغ اون اقتصاد حکومتی. 95 میلیارد دلاری، بله، اون یه بخشیش تازه. خب باید بره سراغ اون، آیا قدرتی اینو داره که بره؟ خب نمیتونه بره دیگه. پس بنابراین از همون اول در اون دفتر مالیاتی کشور بسته میشه. بعد میان سری حرفای آزار دادن مردم میشه، بعد هم این حرفای قشنگ میزنن دیگه، اینقدر اینطوری شد، اونقدر اونطوری شد، همش هم بی‌معنی، همش هم بی‌هدف بدونه. شما آقای دکتر الان نگاه کنید دور ایران، ما در یه منطقه قرار گرفتیم در دوران خاتمی که تشویق میکردن این صنایع کوچک محلی درست بشه، صادرات عجیب غریبی ما به این جمهوری‌های آسیای میانه و آذربایجان و غیره. الان عراق هم بازار بزرگی در اختیار ماست و ما میتونیم از این بازار استفاده کنیم. ولی همونطور که شما میگید، این فساد عاملی که نمیذاره. چند روز قبل میخوندم که استانداری بصره گفته آقا ما تنها مرزها رو میبندیم، تنها به کالای اجازه ورود میدیم از ایران که مطابق ضوابط و قراردادهای موجود بین ما باشه. حالا معلوم شد سپاه از این بر با اینا قرارداد داره، مثلا 1000 تا بهشون چیز بده، بولدوزر بده یا نمیدونم تراکتور بده، ولی از اون برم سهمیه دارن، 1500 تا هم قاچاقی میریزن تو بازار، در نتیجه کالایی که صادر کردن گمرک داره میاد، این یکی که قاچاقه 500 دلار ارزون تره، با خودشون رقابت میکنن تو بازار عراق. یعنی استانداری بصره میگه ما دیگه نمیذاریم بیاد، چون اینجا ایران نمایشگاه گشته داره میفروشه، تو خیابون همونو دارن 1000 دلار کمتر میدن. این واقعا تا درست نشه و حیف ما یه همچین موقعیتمون داره از بین میره. واقعا حیفه. یعنی ما اگر یک اقتصاد، یک جماعتی واقعا در رأس کار باشن که همین آقایون تیم اقتصادی یه مقداری بهش اختیارات بدن، یه مقداری این بخش حکومتی الان تا اینا تکون میخوان بخورن، یه اتفاقی اومد مملکت رو میبرن روی مسیر دیگه. چون مثلا نهاوندیان آدم واردی، این در اتاق بازرگانی نشون بله. داده آدم بله. درست تحصیل سال. کرده امریکاس، اقتصاد خونده، غرب رو میشناسه، همینه دیگه. اقتصاد شاخ و دوم نداره که، فقط و فقط اینا چون اختیارات و امکانات در حد امکان، در حد اقل، نه در حد این هم در اختیارشون نیست، اجازه تصمیم گیری نداره، اجازه تصمیم گیری نداره. یعنی تا میخواد بره یه جایی، حالا این هیچ ضرورت نداشت آقا این موقع بیاد این انشای صادق صداقت، خیلی بد بود، اصلا معنی نداشت. الان برای چی؟ اون داره کارش انجام میده، برنامه هاشو داره، یک باره ایشون پریده وسط که آقا صاحب اختیار من، اما شما داره برای اقتصاد زیاد جلو نرو، من فوری خودشو مطرح کرد. خیلی میخواد ادای شاه رو دراره و بهش نمیاد، بی سواده. همینه میگم، شاه اقلا اقتصاد رو میشناخت، اون نظامی رو میشناخت. شاه چلنج میکرد وقتی این تیم اقتصادی دولت پلوش میشست، صحبت میکرد، حرف برای زدن داشت، ارقام و اعداد آشنا بود، میگفت این رقم میتونه اینجوری کنی، اون اونطوری کنی، نتیجهش این میشه. یعنی بی خودی چیز نمیکرد، فیلم بازی نمیکرد. آقای خامنه اصلا نمیدونه آخه از کجا بدونه اقتصاد چیه. واقعا اقتصاد یه علمی که شما 7-8-10 سال بخونی، بعد 20-30 سال هم تجربهش کسب کنی. درست. خب این آقا کجا رفته یاد گرفته؟ اینو میذارن جلوش و اینو امضا میکنه، همه چی رو آقای خامنه ای اظهار نظر میکنه. بله. تو اقتصاد میمونه. بله درسته. تو بقیه آره چیزایی میگه، سینما، فرهنگ، بالاخره آره چیزایی بالاخره سرهم میکنه میگه، ولی توی اقتصاد میمونه. بعد میاد دست به دامن مجمع و اینور و اونور میشه، ایسی میذارن جلوش و بیچاره به اعتقاد من آقای خامنه‌ای گیر افتاده. یعنی الان اون این بخش اقتصاد حکومتی که اگه من نمیدونم آقای خامنه‌ای سرش زمین بذاره چی میشه واقعا. اینا سنگ رو سنگ، من نمیدونم واقعا، این قدرتمند، پولدار، اسلحه به دست، یه مملکت دستشونه، نمیدونم. بعد انتقال این اتوریته به یه نفر دیگه، حالا کیو میخوان بیارن؟ به هر نفر دیگه. و خودش اصلا داره میشه، خودش داره میشه اتوریته. بله. یعنی خودشی که الان میاد ولی رو میذاره، ولی فقیر رو میذاره، دولت رو میذاره، دیگه دیکته میکنه یواش یواش. آقای احمدی نژاد رو دیکته کرد. بله. حالا درسته اینا یه
بازی هسته ای ما داشتیم که نتونستن اون ولی خب ادامه میدادن اون آقای اون یکی اون یکی چه اسمش اون یکی آقای قالیباف مثلا می آورد. بنابراین این اینا ولکو نیستن، قدرت دارن، پولم دارن، مملکت هم دستشونه. حالا ایدئولوژی اسلامی هم که داره براشون به عنوان یک مستمسک در اختیارشونه. خب آیا این وضع میتونه ادامه پیدا بکنه؟ نه نمیتونه. نه. امکان نداره. حالا هر چقدر هم قدرت داشته باشه امکان نداره. اینا به هر حال ما در یه جای شاخ به شاخ همین. یعنی الان این اقتصادی که آقایون ملتمسانه میان 500 میلیون دلار از پولمون رو غرب بده بهشون، آخه این به جای نخواهد رسید. این بالاخره یه جا. و بعد یک چیزی که شما اشاره کردین بسیار مسئله مهمی، حکومت و دولت. یعنی در واقع دولتی که به خاطر مصلحت خودش هم شده ناچار مسائل ملی رو رعایت کنه، و حکومتی که نظام، یعنی در واقع اون رو باید گفت با انقلاب، با اون ایده ها، اون افکاره. و به نظر من این دوتا هم در یک تعارض و تضاد قوی قرار گرفتن. یعنی آقای خامنه‌ای الان نمیدونه، از یه طرف تایید میکنه برید گفتگو کنید قرارداد ببندید، از این طرف سپاه میاد، مصباح یزدی میاد حرفاشو پس میگیره. خیلی یعنی هیچ چاره حکومت اسلامی نداره جز این که اون حرفی که آقای خاتمی زد، یه تدارکات چی بذار اون بالا. آقای خامنه‌ای با رفسنجانی گرفتاری داشت، بله. با خاتمی گرفتاری داشت، حتی با این احمدی نژاد هم خودش بود، جیمیش بودی، با اینم گرفتاری داشت، شاخ به شاخ شد. یعنی ببینید دولت خودش منافع داره، بله. برای حفظ این منافعش باید این منافعش دفاع بکنه. دقیقاً. خب این دفاع از منافع برخورد داره میکنه منافع حکومت، این یه جایی باید حل شه. دقیقاً. این دکتر عزیزم، من که سیر نمیشم، گفت اینقدر بحث شیرین نیست که ما حالا دکتر داریم کم کم هر هفته میکشونی میشین چه حالا با سختی و با تشکر بسیار از اون که این محبت رو میکنه و باعث شد که این دوشنبه های دلنشین برای خود من که خیلی هست، حتما برای شما هم هست. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق آقای دکتر منوچهر فرابخش، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.